تظاهرات مردم سوریه با خواست محاکمه بشار اسد به خاطر کشتار مردم با سلاح شیمیایی. مردم دوما خواستار پایان محاصره شهر و محاکمه بشار اسد شدند. اپوزیسیون سوریه خواسته دمیسترا برای کنار گذاشتن نبرد با اسد را محکوم کرد. پایان پروژه تصفیه آب شهر الباب سوریه. اهالی شهر خانشیخون در استان ادلب که اخیراً هدف حمله شیمیایی بشار اسد قرار گرفتند به خیابان‌ها آمدند و خواستار محاکمه اسد و تمامی آمران و عاملان این جنایت هولناک شدند. برنامه طوفان تغییر امروز را با گزارشی از این تظاهرات شروع می‌کنیم. يا لهف قلبي على أزهارها قصفت فجرا بغاز من السارين يغشاها. ظهرت لجنة التحقيق أو نتائج لجنة التحقيق الدولية. کمیته تحقیق بین المللی مشخص کرد قتل عام خان شیخون یک جنایت جنگی بوده است. در این قتل عام بیش از 100 نفر کشته شدند که اغلب قربانیان کودکان بودند. این تحقیقات ثابت می کند بشار اسد دست به این جنایت زده است. امروز ما از جامعه جهانی می خواهیم که پرونده بشار اسد به دادگاه بین المللی ارجاع و به خاطر جنایاتش محاکمه شود. ما در جریان این تظاهرات به همه دنیا اعلام می کنیم این تظاهرات مسالمت آمیز است و ما مثل بقیه مردم جهان فریاد آزادی و کرامت انسانی سر می دهیم و این حق قانونی هر انسانی است که در این سرزمین زندگی می کند. یعیش على هذه الارض. مردم دوما در قوطه شرقی دمشق با برگزاری تظاهراتی خواستار محاکمه بشار اسد به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی شدند. عین الله ما بتنام يا بشار الكيماوي. طرف‌هایی در محافل بین‌المللی تلاش دارند بشار اسد را به عنوان کاندیدای انتخابات آینده معرفی کنند. ما آنها را محکوم می‌کنیم. کمیته تحقیق بین‌المللی در گزارش خود رژیم اسد و در رأس همه شخص بشار اسد را مسئول کشتار مردم سوریه با سلاح شیمیایی دانسته است. امروز به خیابان آمدیم تا برای بشار اسد مکانی بخواهیم و آن مکان هم جایی است به نام دادگاه و تنابداری که برگردنش بیاندازیم. برای او جایی در انتخابات ریاست جمهوری نیست. هنوز قوطه دمشق در محاصره قرار دارد و شهروندان هنوز زیر حمله و هجوم هستند. محاسبه بشار. اللهم عليك بمن احتكر اخوات الغوطه. امين. اللهم عليك بمن ربع كيلو من احلى 3000. في الشأن السوري وصف رئيس الوفد المعارض نصر الحريري نصر الحريري رئيس هيئة اوپوزيسيون سخنان دمیسترا فرستاده سازمان ملل در امور سوریه را به شدت محکوم کرد. دمیسترا از اپوزیسیون سوریه خواست دست از آرزوهای مردم سوریه برای سرنگونی بشار اسد بردارد. دمیسترا خود اعتراف می‌کند تلاش‌هایش برای میانجیگری شکست خورده است. بشده رفضات المعارضة. دمیسترا در سخنان خود از اپوزیسیون سوریه خواسته بود که واقعیت‌ها را بررسی کرده و به عدم شکست نظامی بشار اسد اعتراف کند.
نصر الحریری رئیس هیئت اپوزیسیون در مذاکرات ژنو سخنان دیمیسترا را رد کرد و آن را مطابق خواسته سازمان‌های روسی دانست. الحریری تاکید کرد این مواضع نمی‌تواند خواسته مردم سوریه را که همانا سرنگونی بشار اسد است نادیده بگیرد. آقای دیمیسترا فرستاده ویژه سازمان ملل رغبت شدیدی دارد که هیئت عالی مذاکرات نظرها و افکار خود را منطبق با نظرهای سازمان ملل ارائه کند. این در حالی است که خودش از نزدیک موانع و مشکلاتی را که رژیم اسد بر سر راه حل سیاسی ایجاد کرده است می‌بیند. اما محمد صبرا سرپرست هیئت مذاکره کننده سخنان دیمیسترا را به مثابه حکم مرگ برای راه حل سیاسی در سوریه دانست. بود من التدخل الجاد بایستی دخالت جدی از طرف شورای امنیت برای نجات راه حل سیاسی صورت گیرد تا امور به روال معمول برگردد. نمیتوان بدون در نظر گرفتن خواسته مردم سوریه به یک راه حل سیاسی درست دست یافت. نمیتوان به یک راه حل سیاسی دست یافت وقتی که کسی فکر کند طرف مقابل یعنی رژیم اسد شکست نمیخورد. منسق العام للهيئة العليا للمفاوضات ریاض حجاب هماهنگ کننده هیئت عالی مذاکرات سخنان دیمیسترا را نسنجیده و منعکس کننده شکست میانجیگری بین المللی دانست. همه این موضع‌گیری ها وقتی شروع شد که فرستاده سازمان ملل از اپوزیسیون سوریه خواست واقعیت موجود را بررسی کند و دیگر با رژیم اسد نجنگد بلکه جنگ را کنار بگذارند. شورای شهر الباب پروژه تصفیه آب شهر را با دو منبع بزرگ به پایان رساند. آب آشامیدنی یکی از مشکلات جدی مردم است که با اتمام این پروژه بخش زیادی از مشکل شهر حل می شود. قام المجلس المحلي لمدينة الباب بافتتاح خزانين كبيرين في المدينة. شورای محلی شهر الباب با راه اندازی دو منبع بزرگ آب آشامیدنی موافقت کرد. اولین منبع از امروز بهره برداری می شود و منبع بعدی هفته دیگر مورد بهره برداری قرار می گیرد. این منابع برای کمک های اولیه آبرسانی و وضعیت های اضطراری است. شهر بزرگی مثل الباب که تعداد ساکنان آن زیاد است و آوارگان نیز در حال بازگشت هستند نمی تواند فقط به آب رود فرات متکی باشد، زیرا آب آن کم و زیاد می شود. حجم هر منبع تقریبا 1000 بشکه است. آماده سازی چاها در حال انجام است تا آب آن برای آشامیدن قابل استفاده شود. علاوه بر این مواد ضد عفونی کننده را قبل از توزیع آب در منابع می ریزیم. هدف پروژه منابع رساندن آب آشامیدنی به منازل و هدف بعدی کم کردن و پایین نگه داشتن قیمت آب برای شهروندان است. قیمت یک بشکه آب 150 لیره سوری است. کسی که خودش منبع دارد و آب را از آن طریق به منزل می‌رساند 50 لیره سوری برای هر بشکه می‌دهد. مسئولین آبرسانی سعی می‌کنند که آب را به قیمت مناسب در اختیار اهالی و صاحبان تانکرهای آب قرار دهند. صالح للشرب للمدنيين بسعر ان شاء الله مناسب قدر الامكان. كنا اول نعاني دبي على فاضي ماني فاضي وانضرب الدولاب وتعطلت. ما از کمابی رنج می بردیم، همه جا آب قطع شده بود. با سطل آب می بردیم، آب با چرخ چاه می کشیدیم. مسافت طولانی و راه دور بود. فرزندانم به خاطر کمبود آب آشامیدنی به بیماری‌های مختلفی مبتلا شدند. بیمارستان‌ها هم که خدا می‌داند همه روزه پر از مریض و مجروح بود. امکانی وجود نداشت. الحمدلله الان با منابع کوچکتر آب آشامیدنی را از منابع بزرگتر برای استفاده منتقل می‌کنیم. قیمتش هم خوب است. ما از شورای محلی تشکر میکنیم. اکنون آب خوبی داریم. هر مخزن کوچکی که میبریم 500 تا 1000 لیره سوری میشود. اگر با چرخ چاه کار میکردیم باز قیمتش 1000 لیره میشد که معمولا چاه‌ها خالی و آب ندارند. این منابع خیلی خوب هستند. اگر خرج ماشین و موتور و همه چیز را حساب کنیم
باز هم قیمتش مناسب است. بزرگترین ماشین که آب را به شهروندان میرساند، هر تانکر آب آن 5000 لیره می شود که صرف است. اکبر سیاره عبد طالب نور 5000 ل 6000 هی اکبر سیاره. اما طیلا 10 مرتع ما جبت 5000 اذا ما توقف. برافو برافو.